روزنامه الحیات لندن گزارشی از برگزاری کنفرانس بین‌المللی به مناسبت 30 سالگرد 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده را منتشر کرد. مریم رجوی شورای امنیت ملل متحد را فرا خواند تا ترتیبات محاکمه سران رژیم ایران در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و مسئولین جنایات ضد بشری 14 دهه گذشته را فراهم کند. وی تأکید کرد جاسوسان و مزدوران این رژیم باید از کشورهای غرب اخراج شوند و روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های آن بسته شوند. در این کنفرانس که به طور همزمان و مرتبط در 20 پایتخت و شهر بزرگ جهان برگزار شد، خانم رجوی گفت 3 دهه است که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی در ایران ساکت بوده است. در نتیجه، آخوندها با آسودگی خاطر به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و عملیات تروریستی و جنگ افروزی و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. رجوی افزود، زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیامشان علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار گرفته و اراده آنها برای تغییر رژیم را به رسمیت بشناسد. مریم رجوی در ادامه تأکید کرد کانونهای شورشی همان ادامه زنان و مردانی هستند که در قتل عام 67 به این رژیم نگفتند. رژیم ولایت فقیه در مقابل قیام‌های 8 ماهه گذشته، در مقابل نقش فزاینده مجاهدین و کانون‌های شورشی، در سازماندهی و هدایت این قیام‌ها و زیر فشار پیامدهای سقوط یا توقف اقتصاد کشور به شدت درمانده است.